سلام مجدد حضور شما بینندگان ارجمند. از اتاق فرمان تقاضا میکنم که اگر امکان داره آیه شماره 245 رو روی صفحه قرار بدن تا ما بتوانیم که بعد از شنیدن او به مطالب ادامه بدهیم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. با سلام مجدد. در این آیه که موضوع دفاع در دعای قبلی به نتیجه میرسد و موضوع عوض میشه در این آیه و موضوع دیگری مطرح میشود که کاملا جدید است و توجه به اون بسیار سودمند خواهد بود. از بینندگان ارجمندی که اظهار لطف میکنند و مطالبی ارسال میکنند سپاسگزار هستم و در فرصتی باشه به بعضی از این مطالب پاسخ خواهیم داد. در آیه شماره 245 اینطور آغاز می شود که من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا. در این آیه از واژه قرض استفاده شده. ریشه قرض در زبان عربی هم به معنای بریدن و کوتاه کردن معنی میده، هم به معنای جدا کردن است و هم انجام کار خیر است. بریدن، کوتاه کردن، برگشتن از یک شیء یا یک موضوع و همچنین وام دادن و در واقع امکانی رو به دیگری به صورت قرض و به صورت موقت و به صورت مشروط چیزی به کسی پرداختن با امید و با تعهد پس گرفتن اون چیزی که به شخص واگذار میکنن، یا همون به اصطلاح ساده خود ما قرض دادن یا وام دادن. واژه دیگری که در این آیه به چشم میخورد که در اونجا گفته میشود که باعث اضعاف و باعث افزایش میشود، ریشه ضعف زاد عین و ف به معنای هم ضعیف بودن، ناتوان بودن، همون ضعیفی که ما در فارسی میگیم، اما معنی دیگری هم داره که معنی دو برابر بودن، چند برابر بودن، در واقع چیزی که مشهود و مقبول هست و انسان از تفکر و از تعقل به اون لذت میبره و احساس آرامش میکنه. همینطور معنی پذیرایی و نگهداری شخص در حالت ضعف و در حالت ناتوانی است. معنی افزایش زیادت میده، چند برابر یا چندین برابر هم معنی میده، دو سه برابر، چند لایه. و همینطور در لغات متواتر و چند لایه‌ای که گاهی از اوقات میبینید که مثلا یک واژه 10، 20، 30، 50 معنی مختلف میده، این لغاتی که پشت سر هم میاد اونها رو هم از همین ریشه ضعیف استفاده میکنن، ضعف استفاده میکنن. ضعف همینطور سهم و میزان مساوی در دو برابر کردنه، یعنی هم چند برابر میشه و هم این برابرها با هم برابر هستند، یعنی تغییر نمیکنه. اندازه های اینها مرتب، تعداد زیادتر میشه ولی اندازه هاش همونه.
یک واژه دیگری هم در این آیه آمده که قبض یا قبض، که این ریشه معنای گرفتن میده، معنای حبس کردن میده، کوتاه کردن، تنگ کردن، گرفتن با دست، چیزی رو با دست بگیرن و نگه دارن که دست او رو لمس کنه، احساس کردن، محدود و مسدود کردن، چنگ زدن، بیرون آوردن، کنار گذاشتن، اختیار و سلطه و مالکیت پیدا کردن، و همینطور معنی بستن بال پرنده و جلوی پرواز رو گرفتن، یک نوع حبس کردن پرنده، و از اینی که پرنده نتواند که سریع و دور پرواز کند او رو قبض بکنن، وسیله او رو کم بکنن و کوچک بکنن. واژه دیگری که در این آیه به چشم میخوره و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هست، واژه ای است که با عنوان بسط ب و سین و تین نوشته میشه، و بست به معنای گسترش، به معنای پهناور ساختن، پیشروی، وسعت دادن، وسیع کردن، عریض ساختن، تمدید و افزایش یک شیء و بزرگ کردن، یک دایره ای رو که بزرگ میکنن در واقع بست میدن، یعنی محاط بیشتری رو در بر میگیرند و بزرگ میکنند، یک زمینی رو وسعت میدن یا یک تجارتی رو وسعت میدن، بزرگ کردن و رشد بخشیدن، ایجاد راحتی و آسایش برای دیگران هم در معنی این آیه آمده است. به این ترتیب منظر لذی یغرز الله قرضاً حسناً در اینجا میگوید که چه کسی است و یا کیست آن که، یا کیست آن کسی که قرض الحسنه و یا وام نیکو و وام نیکو برای نیکوکاری کردن، برای احسان کردن به الله بدهد. درست میشنوید، یعنی در اینجا قرض الحسنه رو معنی میکنه و قرض الحسنه عبارت است از قرضی که انسان طلبکار، خدا بدهکاره، و این بیان قرآن است و همینطور هم معرفی میکند که کیست که به خدا قرض بدهد. یک وقتی ما دعا میکنیم که خدایا یک پولی به ما قرض بده، حالا اگر هم که عنایت نمیکنی قرض بده که ما دردمون رو دوا کنیم، والله به جان خودت قرضت رو پس میدی. این یک حالتیست که تا به حال ما یاد گرفتیم. در این آیه کاملا از سوی دیگر به قضیه نگاه میکند و میگوید که، خدا میگوید البته، که من میتوانم که بدهکار تو بشوم. خدا میتواند که بدهکار انسان بشود، خالق بدهکار به مخلوق بشود و متعهد به مخلوق بشود، و مخلوق این بار به جای اینکه از خدا نیایش کند یا درخواست کند یا التماس کند، در مقامی قرار میگیری که به خدا میگوید که از این بدهی که به من داری پرداخت کن، به همون روشی که من به تو پرداخت کردم تو هم به من پرداخت کن. یعنی من از طریق یک واسطه به خدا پول میدم، مستقیم که به خدا پول نمیدم. واسطه من مثلا اون یتیمه، از طریق اون یتیم به خدا پول میدم، قرض میدم و خدا بدهکار میشه. تنها نه سند میخواد، نه محضر میخواد، نه امضا میخواد، فقط تو رو لازم داره. نیت میکنی که این پولی که من میدم انفاقه، این پولی که من میدم پول ساختمانه، این پولی که میدم برای قرض به خدا میدم، خدا این پول رو به تو قرض دادم، دستور و عمل تو برای خرج کردن این پول چیست؟ بدان مراقب باش خدایا، تو از جیب خودت داری خرج میکنی. درسته که من پول رو میدم، ولی من در این حال گماشته تو هم هستم. تو بگو از کجا خرج کنم، به چه کسی خرج کنم. الان من 1000 دلار خدایا به تو قرض میدم، من اصلا نمیخوام دیگه به یتیم کمک کنم، میخوام فقط به تو قرض بدم، از تو بپرسم که این پول رو چه بکنم. و خدا به تو میگوید که برو در قرآن آیه شماره فلان و فلان رو بخوان، من در مورد کارهای خیریه در اونجا توضیح کافی دادم که وظیفه تو نسبت به کارهای خیریه چیست، برو اون کارها رو انجام بده.
اون وقت شما به نام خدا و از طرف خدا با پول خدا، چون درست پول شما بوده ولی الان قرض دادی، با نیت قرض دادی، تمام شده، الان دیگه پول شما نیست، پول خدا، شما امانتدار اون پول هستید. قبل از اینکه شما نیت بکنید پول شما بوده، نیت کردید که خدایا من میخوام 10,000 دلار به تو بدهم، قرض میدم، نمیدم به تو خدایا که ببری منزه، قرض به تو میدهم. و خدا میگوید من میپذیرم، چون در قرآن گفته اگر برای احسان اگر قرض به من بدید من قبول میکنم. خدایا این برای احسانه، چاه آب کندن احسان هست یا نیست خدایا؟ خدا میگه گفتم در آیات دیگه، گفتم بله بله احسانه. خیلی خوب، حالا که احسان کردم و این پول رو من به تو دادم، تو این پول رو به من امانت دادی که مطابق میل تو، که میل تو در قرآن توست، این پول رو خرج کنم، قرضی است که برای کار حسنه و برای احسان گرفتم، بنابراین قرض الحسن است. اون وقت خدا میگوید اگر این شرایط درست شد، تو و من میدانیم که نیت چی بوده و این کارهایی که داری انجام میدی، من در چند فولد، در چند برابر، در چند لایه به تو این پول رو پس میدم، در مضارب بسیار بالا و کثیر بدون محدودیت، شاید هزاران هزار لایه اضافه میکنم و این قرض رو به تو پس میدم. فراموش نکنی که خود من، خدا میگوید، هم سازنده قرضم، هم دهنده قرضم، هم خالق تو هستم، هم خالق سرمایه هستم، هم خالق نیاز هستم، هم خالق رفع نیاز هستم. اونها رو یه وقت فراموش نکنی، حالا داری به ما یک پولی قرض میدی، من خدا هستم. حواست رو جمع بکن، با کی داری حرف میزنی، با کی داری تعهد میکنی. میخوام تو رو تشویق بکنم که انفاق یاد بگیری. اسم این کار رو گذاشتم قرض، ولی در این حال چون تعهد کردم و تعهد میکنم، به تعهد خود پابندم. من خدا میگوید من وامدار تو هستم، من بدهکار تو هستم، به حساب من، مطابق دستور من خیرات کن، کار حسن انجام بده. واقعا شگفت آوره. در این آیه میگوید چه کسی است و یا کیست آن که و یا آن کس که قرض الحسنه و یا وام نیکو و نیکوکاری برای احسان و برای نیکوکاری به الله بدهد، کیست آن که به الله وام نیکو بدهد؟ تا خدا، تا الله بر ارزش وام او بیفزاید و برای او چندین برابر سازد، و الله است که باز می ستاند و محبوس می کند و قبض می کند و مسدود می کند و محدود می کند و کوتاه می کند و مشکل می کند و محروم می کند و سلب می کند و اخذ توان می کند و سختی و خشونت و تنگ دستی به بار می آورد، قبض می کند. در متن آیه می گوید که شما وقتی که این قرض رو می دهید باید بدانید که خداست که یقبض و قبضه می کند با مفاهیمی که تقدیم شد، و یوب هم یوبسد و هم یقبض می کند، هم بست می دهد، توسعه می دهد، افسایش می‌دهد و هم تنگ دستی به وجود می‌آورد. هر دوی اینها رو خدا می‌گوید که طبق قانون من انجام می‌شود. تو خودت رو در مقابل کدام یک از این دو قانون قرار می‌دی؟ تو خودت رو در مقابل قانون بست انجام می‌دی، قرار می‌دی که قانون بست یکیش هم همین است که تو به خدا قرض بدی، یعنی کمکی که به خلق می‌کنی خدا رو بدهکار کنی. توجه کنید خوب، در حالت معمولی کسی میگه که من میخوام به این فقیر کمک بکنم، فعلا با خدا هم کاری ندارم، اما یک وقت میدید شما 10 دلار به فقیر میدید، به خدا میگید این 10 دلار رو به حساب تو دادم خدایا، تو این 10 دلار به من بدهکار هستی طبق قراری که در قرآن گذاشتی،
بمان بدهکار تا زمانی که من پول داشته باشه، خدایا بدهی من رو پس بدی. اون وقت خدا وسیله فراهم میکنه، یا قانون خدا وسیله فراهم میکنه که شما متوجه میشید که عجب قرضی پس داده خدا. و بسیار در تجربه دیده شده که این اتفاق میفته و این کرامت نصیب میشه. کیست آن که به الله وام نیکو دهد تا الله بر ارزش وام او بیفزاید و برای او چندین برابر سازد؟ و الله هست که باز می ستاند، حبس می کند، مسدود می کند، محدود می کند، کوتاه می کند، مشکل می کند، محروم می کند، سختی می دهد و یا در جای دیگر می گوید گشایش می دهد، وسعت می دهد و توفیق می دهد. توجه داشته باشیم که مفهوم اراده، خواست و فعلیت الله دقیقا در این آیه مورد اشاره قرار گرفته و به عمل و عکس العمل و اکتساب ارادی بر حوزه نظام هستی و قانون تقدیر و آفرینش اشاره شده است. در این آیه طرح موضوع وام به خدا نوعاً یک تمثیلی است که معطوف به مقصد و معنا و هدف از این مثال است. یعنی همان گونه که وام به هر وامدار خوش حسابی در واقع نوعی ثواب محسوب می شود، وام باید مناسب و مشارکت در انتفاع کار خیر باشد و از آنجایی که وام به خدا هم باید دارای فایده برای مردم باشد، طبعا این وام وامی است که قرآن به اون نام نیکو می نهد و او رو قرض الحسنه خطاب می کند. قرآن می گوید که اگر به خدا وام نیکو بدهی، یعنی هم نیت تو از وام دادن به خدا خیرات باشد، برکات باشد، برای دیگران باشد و خیر و انتفاع برای خود نخواهی، برای خدا بخواهی و برای کسانی بخواهی که خدا اونها رو زینف قرار داده، هر دو هدف تأمین می شود. یعنی هم وام دهنده منتفع می شود و هم وام گیرنده شادمان و خرسند می شود و هم وام مصروف خیرات و احسان می شود و وام گیرنده متعهد می شود که به جای جزئی از وام که معمول است به عنوان فایده مشارکت پرداخت می شود، لایه های مضاعف و چندین برابر در تعامل وام با خدا و در مقابل وامی که به خدا داده شده سود باز می گردد از آن در لایه های کثیر چند طبقه. دو نکته در این قضیه بسیار مهم است. نخست اینکه وامدار و متعهد الله است و دوم اینکه وام دهنده وام رو به وامدار نمی دهد، وام رو به الله نمی دهد، بلکه طبق قانون الله و مطابق میل و توصیه و اراده الله وامگیر اون وام رو، وامگیر در اینجا کیست؟ خداست. اما وام به دست او داده نمی شود، بلکه وام طبق قانون او مصرف می شود و به حساب بدهی خدا گذاشته می شود بر حسب جوازی که در قرآن صادر کرد. به عنوان مثال وقتی که از خدا وام میگیره، یعنی در واقع قسمتی از بودجه خودش رو به این کار اختصاص میده، به منظور کمک کردن خدا رو بدهکار میکنه، خدا همین رو میپذیره و اون وقت اون وام رو که پرداخت نکرده، فقط نیت پرداخت کرده، به نام خدا پرداخت میکنه و به کار خیریه صرف میکنه و پرداخت رو، پرداخت وام رو که وام رو دریافت کرده از خدا،
برای پرداخت این به کتاب مراجعه میکنی که چطور این رو خرج کنه و معادل همین خرجی که میکنه خدا رو در ذهن خودش و در قلب خودش بدهکار اعلام میکنه و خدا قبول بدهی میکنه. امتیاز دیگر این تعامل در این است که ظرفیت وامدار در این تعامل نامحدود و ناتمام است. تمام است. شما اگر که به یک آدمی میخواید وام بدید میپرسید که این چه میزان کردیت داره، چه میزان امکان داره که شما به این قرض بدید، یک دلار یا 100 میلیارد دلار. در مورد خدا این محدودیت وجود نداره. هر چقدر که شما امکان دارید که قرض بدهید، خدا میتواند که قرض رو تحمل بکند و تعهد خدا این است که چندین فولد یا چندین لایه برابر و اضافی به تو پس خواهم داد و تا انتهای هستی هم که همه دارایی های کائنات رو به خدا قرض بدهید، باز هم خدا دارای اعتباری است که می توانید بر قرض خود هر لحظه در حد امکان بیفزایید. آنچه از این متشابه قرآن به عنوان محکم استخراج و تحکیم می شود این است که انسان مجبور به انفاق است به طرق مختلف و اگر انفاق نکنه انسان مدیون خواهد بود. یعنی طبق قانون که ما انفاق میکنیم بدهکار نیستیم، طلبکار هم نیستیم، بدهی خودمون رو دادیم بی حساب هستیم اگر طبق قانون انفاق عمل کنیم. اینک زمانی فرا میرسد که هنوز نیاز و نابرابری در جامعه موجود است ولیکن انفاق کننده سهم انفاق رو پرداخت کرده اما هنوز نیاز موجوده. ما در جوامع بشری که زندگی میکنیم قوانین انفاق در قرآن بر این اساس است که شما حداقل رو برای خودتون نگه دارید، اونچه که مازاد احتیاج شماست به دیگران بدهید. ذره کلی عرض میکنم. خب به جایی میرسه که شما حداقل رو برای خودتون نگه میدارید و بقیه امکانات رو وقف میکنید، پرداخت میکنید، باز هم در جامعه فقر و نابرابری به شدت حاکمیت داره. در این حالت است که شما انفاق رو از صورت وظیفه و در واقع بدهی حقوقی و دین به مردم خارج کردید، اون رو دادید ولی الان هنوز هم مختصر امکانی دارید. یک نان بخور و نمیری هست که به سختی زندگی میکنید ولی هنوز هم میتوانید کمترش کنید. در این حالت انسان برای اینکه انفاق کند عمل انفاقی که بالاتر از قانون است قرض به خدا محسوب می شود. هرچه سررسید تعهدات بشری است مازاد بر اون هرچه که انجام می شود تعهد به خدا نام دارد. قرض به خدا عذر می خوام قرض به خدا نام دارد و تعهد خدا می شود در مقابل قرضی که ما فوق انفاق رو که انجام می دهیم به حساب بدهی خدا می گذاریم بر اساس این قانون قرآن. و این انفاق فوق وظیفه و برتر از الزام و اجبار به حساب طلب و مطالبه او از الله محسوب می شود و شخص خیر چنانچه برابر با قانون خدا پرداخت اضافه انفاق کرده باشد مازاد بر انفاق قانونی و اجباری به حساب مطالبه او از خدا منظور و محسوب می شود. یعنی خالق و مالک انحصاری و مطلق کائنات در مقابل انسان خیر اعلام بدهی و تعهد می کند و متعهد می شود که خیرات خیر را به عنوان قرض به خیش منظور بدارد و خدا در مقابل بنده خود را مسئول و مدیون می خواند و قول به پرداخت اصل قرض رو همراه با چندین لایه در مضارب مضاعف و مکرر پرداخت و تعهد میکند. آنگاه قرآن به عنوان حسن تضمین برای انسان خیر تذکر داده است و خاطر نشان میسازد که در خاطر داشته باش که بدهکار تو خالق این جهان هستی است و همه ثروت ها در ید قدرت اوست.
و هم او خالق ثروت و هم او خالق قبض و هم او خالق بست است، و بدان که بدهکار تو صادق، راستگو، متعهد، مالک، قادر و تواناست. اینها رو هم در مورد کسی که به تو بدهکاره بدان که چه سماتی و چه سمتهایی و چه خصوصیاتی داره، و تو به عنوان نماینده و طلبکار و وکیل خدا در انجام انفاق پذیرفته شده ای. خدا میگوید قرض نیکو را برای هدف نیکو پرداخت کن و در باز پرداخت اضافه میکنم و آن را در اضعاف کثیر و در مضارب مکرر و متوالی چندین و چند برابر باز پس خواهم داد و قول و وعده خدا خطا نمی رود. در قوانین قرارداد نوعی از قرارداد وجود دارد که ترکیبی است از عقد و امانت. ما یک قرارداد امانی وقت با کسی می‌بندیم، یک وقتی یک عقد با کسی می‌بندیم. یعنی هم قرارداد می‌بندیم هم قرارداد امانت، یعنی در واقع ترکیبی از دو نوع سند حقوقی رو که بیشتر از این آیه های قرآن در قوانین حقوقی آمریکا به خصوص در 40 سال گذشته استفاده شده، که یک قرارداد می‌بندن. خب قرارداد، من با شما قرارداد می‌بندم که من خانه شما رو رنگ بکنم، من به شما تعهد میدم که سال دیگه خانه شما رو رنگ بکنم، شما هم به من تعهد میدید سال دیگه $10 به من بدهید. قرارداد بسته شد و قراردادی است که در دو پله تعهد شده و بعد باید عمل کنیم و بعد شما هم باید عمل کنید. امانت به این ترتیب است که من چیزی رو نزد شما امانت میگذارم و میگم این چیزی که نزد شما امانت است، $10 پلوی شما امانت گذاشتم، به این 10 بچه فقیر نفر $1 بده، چون من مثلا در مملکت شما نیستم، از شما فاصله دارم، ولی با شما قرار امانی میگذارم و شما که در محل هستید من برای شما پول میفرستم، شما هم به این بچه ها نفر $1 میدهید. به عنوان مثال عرض میکنم این قانون قرارداد امانی است. اون اولی قرارداد معمولی است. ترکیب این دو با هم که اینها با هم یکی بشه در قوانین عرفی آمریکا به خصوص پیشبینی شده و خیلی خوب این کار را انجام دادن و در اصطلاح به اون میگویند که third party beneficiary contract، یعنی قراردادهایی است که برای شخص سوم به عنوان ذینفع در نظر گرفته میشه. مثال به این هست که فرض بفرمایید که حسن در مقابل حسین تعهد میکند که حسین خانه حسن رو رنگ بکند و حسن $100 به او یعنی به حسین بپردازد. حسین به حسن میگوید که من متعهد میشم که خانه تو رو رنگ میکنم، خیلی خوب، و تو $100 که به من بدهکار هستی، این $100 رو به جای اینکه به من بدهی، یک دوستی من دارم به نام عمر، این $100 رو به او بپرداز. یعنی حسن با حسین با هم قرارداد می‌بندن، حسین رنگرز است، خانه رنگ می‌کند، نقاش است، حسن خانه دارد و پول باید بدهد. حسین میگوید به حسن که من خانه تو رو پرداخت میکنم، رنگ میزنم و تمیز میکنم، تو $100 به عمر بده. در این قراردادی که در واقع تلفیقی است و ترکیبی است از یک قرارداد معمولی با یک قرارداد امانی، این دوتا در هم ادغام میشن، اون نوع قرارداد third party beneficiary رو به وجود میآورند که حسین در اینجا فقط نقشش این است که خانه رو رنگ میکنه میره، هیچ چیز هم نمیگیره. حسن وقتی که خانهش رو دید که رنگ شده و مطابق میل اوست، $100 به عمر میدهد که اصلا در این قرارداد وارد نیست. به این قرارداد سه سویه، قرارداد third party beneficiary اطلاق میکنن و در این رابطه
انسان در این قراردادی که با خدا ما میبندیم به این ترتیب است که ما با خدا قرارداد میبندیم، خدا میگوید اون مقداری که سهم من است به جای این که به من بدهی به این یتیم بده، به این محتاج بده. یعنی در اینجا خدا حسن است، اون کسی که قرض میگیره و کار خیر انجام میداد حسین است، و اون کسی که کار خیر به او میرسه و این پرداخت های خیر به او انجام میشه و مورد حمایت قرار میگیره عمر هست. یعنی در این قراردادی که سه عضو در اونجا وجود داره، یک ترکیبی از قراردادهای امانی و معمولی انجام میشه و قرض با خدا چنین حالی رو داره. یعنی ما به خدا میگوییم که خدایا من 1000 دلار به تو میدهم، تو هم دیگه همت خودت هر چقدر خواستی پس بده. خدا میگوید که خیلی خوب، من پس میدم، من بدهکار، 100 برابر به تو پس میدم، ولی این 100 دلار رو به من نده، این 100 دلار رو به این یتیم خانه بده، به این مؤسسه فقرا بده، من قبول میکنم. یعنی در واقع اون مؤسسه شخص سوم ذینفع این قرارداد محسوب میشه. در این رابطه انسان انفاقگر قرض دهنده و طلبکار است و خدا قرض گیرنده و بدهکار است. خدا میگوید به حساب من و به حساب قرض و وام به من هر چه میخواهی در سبیل و در طریق من بپرداز و من قبول دار آن میشوم. یعنی در قرارداد سه جانبه موجود خدا انفاق شونده و در واقع ذینفع و شخص سوم برای دریافت سود و خیرات افراد یتیم و محتاج رو معرفی کرده و معین کرده و پرداخت رو او به گردن میگیرد. یعنی ذینفع قرارداد آدم‌های محتاج هستند، بدهکار قرارداد خدا هست و عامل انجام این خدمات هم همون کسی است که قرض رو رها میده، پول رو پرداخت میکنه. یعنی در قرارداد سه جانبه موجود در واقع انفاق به نام خدا به مردم می شود، ولی بدهی او رو خدا به گردن می گیرد. می دانیم که مهمترین و مؤکدترین بخش انفاق در قرآن به در واقع یتیم تعلق دارد. بنابراین قرآن می گوید که در هر بُعد و میزان و اندازه‌ای که به یتیم کمک کنی من کمک تو رو به عنوان قرض الحسنه میپذیرم و قبولدار میشوم و متعهد میشوم که چندین برابر اون رو به تو پرداخت کنم و در لایه‌های کثیر و در اضعاف چند طبقه بازپس بدهم و خیرات آن رو برای تو منظور کنم، هم خیر او رو برای تو منظور کنم، هم پول تو پس بدم و هم چندین برابر بده. در واقع به این مکتب تربیتی قرآن اگر عمیقا فکر بکنید ببینید که نقش خدا در تحریک انسان، در تهییج انسان برای کمک کردن به مستمندان تا کجا پیش رفته. انسان در مقابل عظمت و شکوه حضرت حق به حیرت و به عجز درمانده می شود از این دریای عنایت و دریای مهر و دریای ترحم و رحمت و دریای تفهیم و دریای تدریس و دریای تعلیم. در این رابطه عاطفی انسان در امر انفاق نماینده و وکیل خدا می شود، وکیل خدا در خیرات و وکیل خدا در انفاق می شود، وکیل خدا برای مصرف پولی می شود که خدا به عنوان قرض الحسنه از وکیل خود پذیرفته است و سند داده به بدهی خود و در کتاب در قرآن میگوید بیاد بیاورید که حتی پیامبر از این سمت محروم است. یعنی پیامبر وکیل خدا نیست، ولیکن انسانی که انفاق میکند مازاد قانون انفاق، این انسان به این مقام شامخ یعنی به مقام وکالت خدا میرسد، از طرف خدا انفاق میکند نه از طرف خود. پول مال اوست، ولی این پول رو به خدا قرض داده. خدا 2 مرتبه پول رو به او داده و گفته تو وکیل و نماینده من هستی در خرج کردن این پول بر اساس سبیل الله.
و این وکالت به هیچ کس جز به کسی که از حد نصاب انفاق بالاتر برود داده نمی شود. من جمله به پیامبر داده نشده. صریحا در قرآن به پیامبر گفته که وکالت من کفایت میکنه، تو لازم نیست وکیل باشی. اما به کسی که به خدا قرض الحسن میدهد میگه تو وکیل من هستی. در چه وکیل خدا هستی؟ در انفاق. تو وکیل من هستی و نماینده خدا در انفاق هستی که منصوب شده ای و گماشته شده ای و به عنوان امین خدا از پول خدا برای درماندگان به نام خدا مصرف میکنی، هزینه میکنی، تشخیص میدهی و به وکالت از طرف خدا، از وجوهات خدا در راه سبیل الله، در راه خدا مصرف میکنی. در واقع در این رابطه وام دهنده برای کار خیر به خدا قرض میدهد و خدا قرض دریافتی او رو در حیثیت امانت وامی گذارد و امانتاً به او می سپارد و او رو امین و وکیل و دست خیش یعنی مقام ید اللهی به او می دهد و با این وکالت و مأموریت او رو گسیل می دارد تا امانت خود رو به زینف امانی برساند و وظیفه خود رو به انجام برساند. امین و وکیل انفاق باید بداند آنچه که در انفاق از مبلغ منبع استقراضی هزینه می کند متعلق به او نیست، بلکه این همان پولی است که به خدا قرض داده است و خدا به او امانت داده است و نیابت داده است و این پول خداست که به واسطه مأمور و نایب و وکیل و ید الله به مستحق پرداخت شود و انسان در انفاق به مقام خدایی می رسد. یعنی انسان هم امین خدا می شود، هم وکیل خدا می شود و هم دست خدا می شود، چون این دست خدا و این پول خداست که به یتیم می دهد. و انسان در نیت قرض الحسنه و در برقرار کردن این مکانیسم متشابهات قرآن به چنین مقامی نائل می شود و آنگاه قرآن می گوید بدان و آگاه باش که قانون قبض و بسط و گشایش و تنگ دستی و دشواری و آسایش با آنکه موکول به اکتساب ارادی توست ولیکن تابع قانون تقدیر و آفرینش و جزئی از نظام هستی است. خداست که قبض می کند و خداست که بسط می بخشد. پس چون این خدا به تو می گوید که وجه القرض رو بلایه های کثیر و بیشمار به تو باز پرداخت می کنم، به سخنی به گزاف و بیرون از منطق گفته نشده است و تو می توانی در انتظار منطقی در دریافت چندین برابر از اون چه سرمایه گذاری کرده ای دریافت نمایی. به بیان ساده تر در این آیه می گوید اگر به خاطر خدا و به حساب خدا و برای خوشنودی خدا مازاد بر انفاق قانونی انفاق اختیاری نمایی، آن چرا به نام خدا خیرات میکنی همانند قرضی است که به خدا میدهی، قرضی که خدا تقبل و تعهد به وامداری آن میکند و تو را در مقابل طلبکار محسوب میکند و وعده حق خلاف ندارد. وانگاه میگوید بدان و آگاه باش که همه هستی در ظرف و مظروف، در آغاز و در پایان، ظاهر و باطن، غایب و حاضر و هر چه درونی و بیرونی است همه در کل از جانب خدا و از ناحیه اوست و همه هستی در کلیت تابع فرمان حضرت حق است و همه هستی مخلوق او و تابع او و محکوم حکم اوست. و در واقع وسعت هستی از وسعت اوست و با اوست و از اوست و همه هستی از آن او و برای اوست و همه هستی در حال رجعت و بازگشت به سوی خداست و او پایان هر راه و انتهای هر پیام و نصیب هر نصیر است. او مرجع صدور، مرجع نزول، مرجع آفرینش و گسترش و نشر است و همو خالق و حاکم حشر و گردآوری همه مخلوق در نقطه مجموع است.
هم همه چیز را وسعت می دهد و هم هرچه را بخواهد قبض می کند و در این صدور و در این وصول و در این فراز و در این فرود و در این هبوط و در این صعود ذکی و دانا باش و آماده رجوع به مرجع باش. یک دم زدنی غافل از آن شاه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. امروز تصمیم داشتیم که در آغاز برنامه مغرب با شما در خطوط تلفنی به گفتگو بنشینیم و بعد از مدت‌ها با شما سخن بگوییم. حال جسمانی امروز من متاسفانه اجازه این کار رو نمی‌دهد و خبر خوب دیگری که برای شما دارم، این خبر خیلی خوبی نبود ولی خبر خوب دیگری که برای شما دارم این است که ما فردا هم برنامه زنده خواهیم داشت و سعی میکنیم که قبل از ظهر و قبل از بعد از ظهر به ضبط برنامه هایی که اساس کار ماست بپردازیم و در بعد از ظهری شاید که اگر که حالت جسمی مناسبی داشتیم خطوط تلفن رو باز کنیم و یکی دو ساعتی با شما عزیزان به گفتگو بنشینیم. برنامه فردای ما روز پنجشنبه آغاز تشریح آیات قرآن است و از آیه شماره 246 آغاز میکنیم که آیه نسبتا طولانی است. قبل از خداحافظی از اتاق فرمان تقاضا میکنم برای اینکه بینندگان با موضوع آیات فردا و به خصوص آیه 246 آشنا بشوند و از قبل بتوانند که مطالعه کنند این آیه نسبتا مشکلی است که مطرح بکنیم و موضوعات شما هم استخراج بکنیم. شاید هم که بعد از اینکه این آیه تشریح شد خطوط تلفنی رو باز کنیم و در ارتباط با جهاد و ارتباط با تقاتل و مقاتله در قرآن و همینطور در ارتباط با غرض الحسنه و در ارتباط با آیه 246 که در موردش فکر خواهید کرد بتوانیم که با شما تلفنی صحبت بکنیم. قبل از خداحافظی از اتاق فرمان تقاضا میکنم که اگر امکان داره آیه شماره 246 رو روی پرده شبکه قرار بدن و بعد از اون یکی دو دقیقه کوتاه عنایت کنن تا از بینندگان خداحافظی کنیم. به این آیه توجه بفرمایید. الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. با سپاسگزاری از اتاق فرمان، امروز روز طولانی داشتند دوستان ما در اتاق فرمان و از همه این عزیزان سپاسگزاری میکنم. به طور خیلی خلاصه آیه‌ای که فردا با شما مطرح خواهیم کرد در اینجا میگوید که آیا توجه میکنی یا اینکه آگاهی داری یا دقت در این کار میکنی که بعد از موسی رؤسای قوم و ملاها و آخوندها تقاضا کردند که پیامبر بعدی برای اونها پادشاه یا فرمانده معین بکنه که اونها بتوانند در زیر سایه اون فرمانده از ملک و از ملک و
و از هستی و از خانه خودشون دفاع کنند و در واقع جنگ دفاعی به وجود بیاورند. در ادامه دعای قبلی قرآن به این موضوع اشاره شده و پیامبر وقت اونها به اونها میگوید که اگر که شما فرماندهی داشته باشید و به شما فرمان بدهد که در دفاع از مسکن و حق اسکان خودتون بجنگید و مقابله کنید و مبارزه کنید، آیا واقعا این کار رو میکنید؟ همه میگویند که چنین خواهیم کرد، ولی وقتی که زمانش پیش آمد که از خانه های خودشون دفاع بکنند، جز تعداد کمی هیچ کس این کار رو انجام نداد. منظور مشکل بودن دفاع از حق است که همه کس حاضر نیست که از حق دفاع بکند، و به علت اینکه همه کس حاضر نیست که از حق دفاع بکند، روز به روز قدرت ظالم بیشتر می شود. اگر مردم می آموختند که از حق باید دفاع کنند و نباید در مقابل ظالم و ستمگر کوتاه بیایند و تمکین کنند، اون وقت نسل ستمگر از جهان برداشته می شود. ولی متاسفانه ما در مقابل ستمگر به زاری و التماس و درخواست می پردازیم و با خدا به بیادبی. اظهار عجز پیش توانگر زعبلهی است. اظهار عجز پیش توانگر زعبلهی است. اشک کباب باعث طغیان آتش است. تا نشستی دیگر، در ساعتی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و خرسند باشید. خدا یار و نگهدار شما باشد. خدا حافظ.